موقعیت ارتش عراق در صحنه جنگ موسل نگرانی های دیگری به همراه دارد. جولیان کینگ، رئیس کمیسیون امنیت اتحادیه اروپا، اظهار نگرانی کرد که جنگ موسل باعث ورود تعداد زیادی تروریست به اروپا شود. سازمان های صلیب سرخ و هلال احمر در برلین اعلام کردند جنگ موسل حدود 600 هزار نفر را آواره می کند. همچنین صلیب سرخ اعلام کرد به احتمال داعش از بمب شیمیایی استفاده خواهد کرد. به همین علت بیمارستان های اطراف موسل آماده می شوند. کینگ، مسئول کمیسیون امنیت اتحادیه اروپا، از کلی کشورهای عضو خواست افرادی که از کشورهای اسلامی و یا خطرناک شناخته شده می آیند آنها را زیر ذره‌بین بگذارند. وی گفت اکثر اسناد این افراد از گذرنامه گرفته تا سند ازدواج جعلی است. فیلیپ لوتر، کارشناس حقوق بشر عراق، در مصاحبه با نشریه دیولت آلمان گفت اکنون خطر شکنجه، اعدام و کشتار سنی های موسل به وجود آمده است. شیعه ها بعد از تصرف موسل دست به کشتار سنی ها می زنند و آنها را همکار داعش می دانند. وی از کشورهایی که در عراق نظامیان شیعه به عراق اعزام کرده اند خواست مانع چنین کشتاری بشوند و افراد خود را کنترل کنند. وی اضافه کرد سازمان عفو بین الملل بعد از مصاحبه با 470 نفر زندانی سابق این گزارش 70 صفحه‌ای را از ظلم و کشتار که به وسیله شیعه ها انجام می شود را تهیه کرده است. همچنین اعلام شد روز پنجشنبه نمایندگان 20 کشور برای ثبات امنیت موسل در پاریس جلسه تشکیل خواهند داد. شپیگل در گزارش خود از صحنه های جنگ موسل می نویسد ارتش عراق شهر کاراکوش، بزرگترین شهر با جمعیت مسیحی عراق را آزاد کرد. در این شهر که در 15 کیلومتری جنوب موسل قرار دارد و از آگوست سال 2014 در اختیار تروریست های داعش بوده، 50 هزار نفر زندگی می کردند که 10 هزار نفرشان فرار کرده اند. شپیگل از قول یکی از سخنگویان ارتش عراق می نویسد افراد داعش بدون مقاومت فرار کردند. یکی از افراد بلند پایی پیشمرکا در مصاحبه با CNN گفت تسخیر موسل تا 2 ماه طول می کشد. شپیگل به این نکته اشاره کرده می نویسد وزارت دفاع فرانسه زمان تسخیر را چند هفته عنوان کرده است. ایرج ربیعی، آلمان. موقعیت